شهروند فرانسوی که در جریان اعتراضات سراسری در ایران به اتهام‌های امنیتی بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شده بود از زندان آزاد شد. او روز پنجشنبه در فرودگاهی در حومه پاریس با استقبال وزیر خارجه فرانسه و اعضای خانواده و بستگانش به کشورش بازگشت. مسعود ملک گزارش میده. لوی آرنو شهروند فرانسوی بعد از گذراندن نزدیک به 2 سال در زندان اوین امروز پنجشنبه 24 خرداد به پاریس برگشت و خانواده‌اش را در آغوش گرفت. استفان سژورن وزیر امور خارجه فرانسه در فرودگاهی در حومه پاریس به استقبالش رفت. من خیلی خوشحالم که به یکی از گروگان‌های من که در ایران به طور خودسرانه بازداشت شده بود خوش آمد میگویم. امانوئل مکرون روز چهارشنبه در شبکه اکس از آزادی لوی آرنو خبر داد و جمهوری اسلامی خواست هرچه زودتر 3 شهروند فرانسوی دیگر را که در ایران زندانی‌اند آزاد کند. لوی آرنو در سفرش به ایران که همزمان بود با اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در سال 1401 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به مجازات 5 سال حبس محکوم شد. 3 زندانی دیگر فرانسوی، سیسیل کولر، معلم و فعال صنفی و شریک زندگیش ژاک پاری و 1 شهروند دیگر هستند که با نام کوچک اولیویا از او یاد می شود. خانواده های این زندانیان اخیراً در تلاش برای آگاهی رسانی درباره وضعیت آنها و فشار بر جمهوری اسلامی به دفتر سازمان ملل متحد در ژنو مراجعه کردند. وزارت امور خارجه فرانسه اردیبهشت امسال بازداشت این افراد را گروگانگیری و باج گرفتن دولتی توسط جمهوری اسلامی خواند و آن را محکوم کرد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند حکومت جمهوری اسلامی اتباع خارجی را بازداشت و از آنها به منظور امتیازگیری از کشورهای دیگر به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما می‌گویند اینطور نیست. حسین رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی گفته می توان با گروگان گرفتن آمریکایی‌ها کمبود بودجه و مشکل اقتصادی را حل کرد. در حال حاضر بیش از 10 شهروند غربی در ایران زندانی‌اند.